ابراهیم پسر مهمترش یعنی پسری که قرار بود قربانی بشه از اسحاق شد به اسماعیل و اسماعیل شد جد عرب و عرب شدن بچه های فرزندان مهمترین پسر ابراهیم که ابراهیم هم مهمترین شخص توی عقاید ابراهیمی یعنی به عرب گفته شد که این عقایدی که شما بهش میگیم بیگانه اتفاقاً مهمترین کرکترها توی این داستان شما هستید برای چی؟ برای اینکه شما پسران یعنی فرزندان ابراهیم هستید یک کار بسیار زیرکانه این که توی روایت های اسلامی اتفاق افتاد اینی که ابراهیم رو از اون بالا بالا ها از اون شمال از اون سوریه و اینا وردن خب ببینین اینج... اینج... چیز کتاب عهد عتیق مال یهودیا داستان هجار و ابراهیم رو وسط کار ول کرد خب سارا زن ابراهیم به ابراهیم گفتش که تو با من نمیتونی بچه دار بشی برو با این کنیزه بچه دار شو برای اینکه ما بتونیم بچه دار بشیم خب بعد بچه دار شد بعد خدا آمد به ابراهیم گفت با سارا هم برو بچه دار شو ابراهیم گفت من که خیلی پیرم نمیتونم بچه دار گفت من من خدا من میگم بچه دار میش میشی خب من خدا بعد با سارا هم بچه دار شد بعد سارا که دیگه بچه دار شد دیگه حسودیش میشد با از هجار که یه بچه داشت با ابراهیم بچه اولش داشت و سارا به ابراهیم گفتش که این کنیزه رو با پسرش از خونه بنداز بیرون بندازش بیرون خب و ابراهیم هم گوش کرد و این ب... این هجار رو. این اسماعیل رو از خونه انداخت بیرون خب توی کتاب یهودیا این داستان تموم شد خب و کار زیرکانه ای که اسلام کرد همسه نظر منه شما خیلی نمیخواد جدی گیرید اینه که این داستان رو برداشت این داستانی که توی عهد عتیق تموم نشده بود و برداشت و ادامه داد و با ادامه دادن این داستان عقاید ابراهیم رو پیوند داد با سنت عراب چجوری ا... این هجار و اسماعیل پا شدن نمیدونم چجوری چقدر راه رفتن که تونستن از اونجا پاشن بیان تو عربستان این چقدر راهه وسط بیابون نمیدونم چه این همه شهر اونجا بوده اینا اومدن یه جایی که هیچ کسی نیست و داشتن می... از تشنگی داشتن میمردن یه معجزه شده آب از زمین در اومده و این شد زمزم و بعدم ابراهیمم بعد از این مدتی گفته من پسرم کو کجا اصلا براش تنگ شده اومده این همه راه اونم پایین ببین اون موقع سفر اینقدر الکی نبودا که کسی نمیم اگرم کسی میخواست سفر بکنه نمیومد وسط بیابونی جو میرفت از یه شهر به یه شهر دیگه میرفت ولی نمیدونم چرا هم اسماعیل با هم مادرش هجار اومده این همه پایین وسط صحرا یه جایی که هیچ تمدنی نبوده گم شدن داشتن از تشنگی میمردن بعدم ابراهیم هم اومده پیداش کرد وقتی که اسماعیل ببین داستانش داستان مسلمانا اینه که اصلا اون موقع مکه ای وجود نداشته بخاطر اینکه زمزمی ای وجود نداشته خب میگه پای این اسماعیل پاشت تکون میده درسته زم... بوده که پاشت تکون داده زمزم درست شده درسته خب بله اه... بله خب یعنی یعنی هجار و ما یعنی اسماعیل و هجار یعنی هجار رفته یه جایی که هیچ شهری نبوده یعنی زده نمیدونم چرا زده به سرش و این همه کیلومترها را رفته و ب... وسط صحرا اون اینا چه چیزی زنده مونده تا اون جونوسا نه راه بره خب من این اندازه جغرافیایی اگه نگاه بکنین چه قاینا با هم فاصله دارن از اون همه تمدن و اون همه رودخونه و همه اینا دور بشی بیای این همه این همه هم هم دوون پیدا بکنی راه بری یه جوری حرف میزنن انگار که مثلا از شهر میذره رفته بیرون و سر راه گیر کرده خب درشت که تو نقشه نگاه بکنین اصلا این داستان اصلا کاملا غیر محتمله حداقل بعد ها اگه مثلا مکه به وجود اومده میگن خب یه راهی به مکه بوده اینا بدون شطور بدون که هیچ جاده ای باشه بدون که هیچی باشه چون که موقعی که اسماعیل پاشا تکون داده زمزم هم وجود نداشته پس شهری هم اونجا نبوده که مک... این تازه افتتاح مکه بوده خب یعنی اینا باید. این همه راه تو این همه راه رفتن جایی که اصلا هیچ کسی نمیتونست زنده بمونه این دوتا با همینجا تا اونجا تو چرا تونستن این همه مدت پیاده دمرون بیاره این اصلا کاملا غیر محتمله حالا اینجا آب چه آب از آب... زمین در اومده بعد سالیان بعدم که اسماعیل بزرگ شده ابراهیم هم از اون شما پاشده اومده به پسرش سر زده و با هم که رو ساختن اینو من کنم تو ابتدایی هم داستان یادتون هست که اسماعیل و بابا باباش ابراهیم کعبه رو ساختن خب یعنی داستان عرب این عقایدی رو ابراهیمی رو که بعدها شد اسلام داشتن می ساختن به عرب گفته که نه تنها نه تنها ابراهیم این عقاید ابراهیمی مال یهودیا مال اعراب بیشتر تو ما یام اعراب میگفتن آ ما مال یهودیا این یهودی بدین ما چه ربط داره نه میگن نه تازه عقاید ابراهیمی اصلا مخصوص شما اعرابه شما پسر شما فرزندان اصلی ابراهیم هستین یکی این این کعبه ای هم که این همه سال دورش دارین میچرخین ها میدونی کی اینو ساخته بگم کی رو ساخته ابراهیم ساخته جدی میگی این همه مدت ما دور این می ابراهیم اومده پا شده اینو ساخته یعنی داره بهشون میگه که این دینی که شما این چیزی که شما دارید میپرستید رو دورش دارید هی عبادتش میکنید اصلا این از ابراهیم اومده مختون گوزید یا نه یعنی به عرب میگه او مثلا این بیگانه که نیستی چی تازه اصل اصل اصلش هم این عقاید ابراهیمی مال شما عرب بوده